بسم الله الرحمن الرحیم دست کم نگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی احساس تعلق کردن به این ذات بزرگ. ما بی‌کس نیستیم، ما منسوب به کسی هستیم که هر کسی به اون ذات منسوب شد هیچ موقع تنها نمیماند، ضایع نمیشود، پریشان نمیشود، ضعیف و عاجز نمیشود. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر من و تو این علامت و نشانه خدا را بر خودمون بپذیریم، تو هر جمعی که باشید تو متمایزید، تو شاخص هستید که این عبداللهه. الله بندگانشو از تو جمعهای بزرگی تشخیص میدهد، میداند بندگانی که به او وصلند و متعلق به اون هستند. ما تعلقی به هیچ احدی نداریم، تعلق من و تو فقط به یک ذاته. قل هو الله احد. بعد از اینکه میگی بسم الله الرحمن الرحیم، حالا میگی الحمد لله رب العالمین. جنس حمد و ثنا و ستایش، تنها یک ذات است که قابل تعریف و تمجید است و اون ذات اللهه. هرچی الله رو بیشتر تمجید کنید، تعریف کنید، ثنا و سپاس بگویید، قیمت تو بالاتر می رود. هرچی الله رو کمتر تمجید بکنید، ثنا بگید، قیمت تو پایین می آید. الحمدلله من احب شیئاً اکثر من ذکره. علما گفتن هر چیزی رو که زیاد دوست بدارید زیاد یادش میکنید. سوالی که باید از خودمون بکنیم قبل از رمضان، آیا خدا رو دوست داریم؟ اگر دوست داریم آیا زیاد یادش میکنیم؟ نتیجه زیاد یاد کردن خداوند چیه؟ فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید شما را یاد میکنم. الحمدلله رب العالمین. میدونی الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ یعنی از خودت حمایت کردن، به خودت بها دادن، به خودت رشد و توسعه دادن. تو میدونی چی داره میگید؟ الحمدلله رب العالمین، این شکره. و انسان شاکر داره از خودش حمایت میکنه. اگر شکر خدا نکردیم همه حمایت ها رو از دست دادیم، تک و تنها موندیم، بیکس شدیم، تکیگاه از دست دادیم. این الف لام، الف لام جنسه، جنس حمد و ثنا و تعریف و تمجید، همش مال اونه. میخوای زبانت با برکت بشه فقط حمد و ثنای اون بگو، از خدا تجلیل کن، شکر قولی و عملی به درگاه خدا، اظهار خوشنودی و خرسندی و رضایتمندی از رب العزت و الجلال داشته باشیم. چرا از خدا راضی نباشیم؟ چرا این همه ناشکری؟ خدا برای ما چه کار کرده؟ بعضی از مسلمان ها میگن خدا برای ما چه کار کرده؟ این زبان همیشه باید رضایتمندی از خداوند رو اعلام بکنه. شکر خدا یعنی خدا را به حمایت خودت فراخواندن.
الحمد لله رب العالمین. این ربی که مالک منه، آقای منه، سید منه، معبود منه، مربی منه. رب در لغت عرب 4 معنی داره. وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، یعنی خدایی که مربی منه، سید و سرور منه، مالک و متصرف در منه و معبود به حق منه، قبلگاه منه. و جهت و وجهی لله او للذی فطره، قبله دلو باید به طرف خدا قرار داد، نباید منحرف شد. الرحمن الرحیم، بازگو کردن این دو صفت، یعنی خدایا تو صاحب نعمتی و صاحب فضلی و هر چی دارم و در من هست از توست. و ما بکم من نعمت فمن الله، اگر الرحمن منشأ همه نعمت هاست، پس هر نعمتی که در توست از اللهه. و ما بکم من نعمت فمن الله. این تواضع و فروتنی رو یاد بگیریم، نعمت خدا رو نسبت به خودمون ندیم. من و تو منشأ نعمت ها نیستیم، من و تو مصرف کننده نعمت ها هستیم. اما خالق نعمت ها الله هست. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت های خدا را بشمارید قابل شمارش نیست. ادب داشته باشیم. وقتی خودکاری از تو میگیرم که مطلبی را بنویسم، خودکار سر جیبم نیست. اینو قبول دارم که خودکار مال توست. خودکار رو برمیگردونم با شکرش، دست درد نکنه، خیلی ممنون، خودکار در اختیارم گذاشتید. چطوری نعمت خدا را بر نمیگردونیم و شکرم نمی کنیم و مدعی نعمت های خدا میشیم و کفران نعمت میکنیم و ادب رو به جا نمی آوریم؟ آیا خدا بخشنده نعمت ها نیست؟ ادب یاد بگیریم، در محضر خدا با ادب باشیم. از بی‌ادبی کسی به جایی نرسید. حقا که ادب وظیفه مردان است. الرحمن الرحیم، منشأ محبت ها و شفقت ها و رحمت ها و همش اللهه. که در این قفسه سینه قلب قرار داد، که در دلهای ما و قلبهای ما محبت و دوست داشتن و قرار داد. اصلا که به ما یاد داد که دوست بداریم و وسیله دوست داشتن رو در ما ایجاد کرد. چرا دوست نداشته باشیم؟ چرا به جای دوست داشتن دشمنی بکنیم؟ خدا عقل داده که فکر کنیم و دل داده که دوست بداریم. بیاد دوست داشتن رو از الله یاد بگیریم که چطوری بندگانش رو دوست داره و برای نجاتشون و رشد و تعالیشون تلاش میکنه. راهنما و مرشدین و پیامبران و معلمین و مربیان میفرسته. شفیق و رحیم، کان بالمؤمنین رحیما. رحیم، مالک یوم الدین. چرا نگفت مالک دنیا هم هست؟ چون بعضی از بندگانش گستاخی کردن، دنیا را به خودشون نسبت دادن، بیادبی کردن در محضر خدا. و این یک تسلیم جدلی است. بر فرض این که تو مالک دنیا باشید، اگر تو مالک دنیا هستید، چرا ملک تو رها می کنید؟
چرا حاضرید از ملکت بگذرید؟ اگر تو مالک واقعی هستید، در نتیجه خداوند، چون بعضی از مخلوقات و موجودات، بعضی از بندگانش دنیا را ملک خودشون قرار دادن و اعلام کردن و بندگان خدا را همه عبید و بردگان خودشون قرار دادن، خداوند گفت تو مالک دنیا، این برای تو. ادعا می کنی در ملک من، ملک منو در حضور من، اما باشه این برای تو. چرا می میرید؟ چرا تسلیم میشید و ملک تو از دست میدید؟ یا کسی راضی میشود که ملکشو از دست بده؟ اینجاست که میگه مالک یوم الدین، بر فرض این که تو مالک دنیا باشید، آیا مالک یوم الدین هم هستید؟ اینجاست که همه در دشت محشر قرار میگیرن. رب العزت و الجلال با صدای بلند صدا میزند، سؤال میکند اونهایی که در دنیا ادعای مالکیت ملک الله کردند و ملک الله رو مصادره کردند. دیگه لمل الملک اليوم، امروز مملکت مالکی است. جواب نمیشنوه، دوباره تکرار میکنه، جواب نمیشنوه، دوباره تکرار میکنه. فلا تسمع لهم همسا، کسی جرأت نداره که در گوشی با هم صحبت بکنه. فرعون از همه سرش پایین تره. خداوند رب العزت و الجلال خودش جواب خودش میده، میگه لله الواحد القهار، امروز ملک و فرمان روایی از آن واحد قهار است.